شماری از مجروحان، معلولان، بیماران و فعالان حقوقی یمن در پاسخ به فراخان وزارت بهداشت این کشور مقابل مقر سازمان ملل در صنعا تجمع کردند. حاضرین در این تجمع طی بیانیه از سازمان ملل خواستند تا با اعمال فشار بر ائتلاف سعودی به محاصره یمن پایان دهد و به باز کردن کلیه گذرگاه‌های زمینی، دریایی و هوایی کمک کند. در این بیانیه که یوسف الحاضری سخنگوی وزارت بهداشت یمن آن را قرائت کرد بر ضرورت مهیا کردن شرایط برای انتقال بیماران و مجروحانی که درمان آنها در یمن میسر نیست به خارج از کشور و نیز بازگشت یمنی هایی که در خارج از این کشور هستند و خواستار بازگشت به وطنشان هستند فراهم شود شرکت کنندگان در این تجمع از سازمان ملل و سازمان های حقوق بشری، صلیب سرخ و بهداشت جهانی و سایر سازمان های مرتبط خواستند تا مسئولیت های انسانی، قانونی و اخلاقی خود در قبال بیماران و زخمی های یمنی را بر عهده گیرند و جنایت کشورهای عضو اعتلاف سعودی در یمن و تداوم محاصره این کشور و به شکست کشاندن تلاش ها برای مذاکرات صلح را محکوم کنند. شن سخنگوی وزارت بهداشت یمن چند روز پیش اعلام کرد که به دلیل تشدید بحران وضعیت بهداشت در کشورش و بستماندن فرودگاه بین المللی صنعا روزانه 20 تا 30 نفر جان خود را از دست میدهند.